بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد صالح ولد محمد عیسی از رسول بنوی اندراب قطعه پلخا هستم. این پلچک ها و سرک هایی که ساختن برای به ما بسیار به نفع ما تمام شده. این سیلی که در سری قشلاق و سری مردم و سری ملت می آمد بسیار مردم در بدر و بیچاره و در بدر بود. زمین های مردم و کشت های مردم از دریا سیلا خراب میکرد. این کشاف دیاد برای ایجا پروژه ازی آمد برای جور کرد امی سری سری زمین و سری قشلاق و سری خانه مردم در سری راست کرد طرف دریا راست کرد مردم بسیار آرام شدن بسیار این کشاف دیاد مردم بسیار خوش هست این کشاف یک وقت از امی ساحت لشکرکشی می شد در دیگر ولایت ها از اونجا مردای از مردم می آمدن کشتایش می آمد آورده می شدن زخمیش می آمد امروز الحمدلله نه کشته از این مردم ده از دیگه ولایت می آید نه مردهش می آید نه کدام چیز دیگه بلکه امروز مسئولین در این جمعه می آید برایشان پروژه را برایش افتتاح می کنه این یک جای بسیار خرسندی است ای کاش که یقل امروز کاش که 4 سال قبل این مردم ما می داشتن بدبختانه که چندین دهه مردم ما را فقط اغفال کرده بودن ذهنش اغفال کرده بودن تفنگ از خارجی، سلاح از خارجی، پیسه از خارجی، فکر از خارجی، مفکوره از خارجی، اخلاق از خارجی، عقیده از خارجی مردم خود میکشتیم. ما 20 سال در مقابل امریکایا الحمدلله جنگیدیم، جهاد کردیم. امروز یک پروژه در منطقه دندشا بودین نیست. 2 پروژه در منطقه دند امزایی نیست. امروز 243 پروژه تنها برای تو، برای تو سی ولسوالی، اندراب، خنجان، دوشی، طالبرفک. عجیب نیست؟ قسم به خدا عجیب است از علمی معلوم میشه که ما متحد بیستیم که ما با مردم خود ما خدمت میکنیم درې سره ولسوالۍ بنو د سلا او پل حصار دې ولسوالۍ ته زموږ راتګ د دې هدف هغه پروژو افتتاح وه چې هغه تقریبا 1 کال مخکې په خدمت باندې آغاز سوی و خوشبختانه د هغه جملو څخه په دغه شپږو ولسوالیو کې الحمدلله موږ او تاسو نن شاهد یو چې 243 پروژې تکمیل شوې دي الحمدلله دا د امنیت برکت دی چې نن په هغه دوردسته ولسوالیو کې چې په کلونو کلونو د خدمتونو څخه محرومه وې نن هلته سکتوري ادارات جامع مؤسسات ټول کارمندان په ډاډه زړه باندې په اطمینان باندې هلته راځي خلکو ته خدمت وړاندې کوي الحمدلله دا د امنیت برکت دی اصلا د دې پروژو هدف هم غذایي مصونیت و خلکو ته د خوراکي موادو رسولو خو دا داسې و چې کار د پیسو په مقابل کې و خلکو ته پیسې ورکول کېدې تر څو په ما خپلو ساحو کې پروژې تطبیق کړي او دوی خوراکي مواد پرې واخلي نو په دغو پروژو کې تقریبا 2500 کسانو کار پکې کوو چې مستفیدین یې د 2,00,000 افرادو په شاوخوا کې دې نه مستقیم برخمن سول دې نه نفع واخیستل یقینا د خلکو په اقتصاد کې خو دا ډېر زیات رول لري ځکه دا دغه پیسې ټولې راځي په د کلیو بانډو کې د شوراګانو لارې دا خلکو ته ورسیږي د خلکو له دې نه برخمن کیږي نو دا په اقتصاد کې ډېر تاثیر لري د دې او د کار له څنګه په دې پروژه کې هغه کورنۍ چې هغه لکه کونډې وې معیوبینو معلولینو هغو ته مستقیم خوراکي مواد کومک ورسره وسو نو د خلکو په اقتصاد باندې ښه تاثیر لري دا پروژه په راتلونکي کې په 8 نورو ولسوالیو کې تطبیقیږي او هغه به هم همدغسې د خلکو په اقتصاد کې ډېر مؤثر وي موږ به په څنګ کې د دې
پراختیایي پروژې هم ورسره ولرو چې لکه پلونه او پلچکونه دا به هم جوړ شي او د خلکو سره به د مرسته هم وشي. در وقتی بود که هر پروژه میخواست که در یک جا کار کنه اما زورمند از اوش میگره میبرد برای کار شخصی خود یا اگر چا بیاد در خانهش میبرد اگر دیولش برای زمینش میبرد یا در جویش میبرد حتی پروژه با پلانی که داشت تطبیق نمیتونست اما لله الحمد به برکت مجاهدین امارت اسلامی هر کاری که میخواد بکنه بدون کدام میراث بدون کدام خوف مکمل تطبیق میتونه و تطبیق میشه امنیت است هیچ مشکلی جد نداره و این فعلا امنیت است که تقریبا نو ولایت صفات شمال از مسیر اندرا به ورور مرور میکنه حتی مردم فعلا اقتصادشون خوب است امنیت خوب است مردم شکرگزار هستند فعلا امنیتی که تقریبا در 45 سال 4 و نیم دهه مردم افغانستان زهیر بودن بسیار مظلوم بودن و این امنیتی که ما یقین میاست که دعای مظلومین است پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره